درود ستونا، چه خبر؟ خوب هستین؟ خب فکر کنم همه خبر حالا جدایی احتمالی سوگن و زخمی رو شنیدین. یه سری واکنش هایی خود زخمی هم نشون داده بود، یه سری خب شکا می رفت از اونجایی که یعنی مثلا سوگن دیگه تیک تاکش رو ادامه داده بود و توی ویدیوها اثری حالا از فرزندشون نبود و این داستان ها، از اون ور توی ویدیوهای زخمی اثره بود ولی توی ویدیوهای سوگن نبود و حالا گمان زنی ها بر اینه که خیلی وقت بود این اتفاق افتاده بود و در نهایت پابلیک شد با آنفالو کردن همدیگه. یه خورده این خبر شدت گرفت. اتفاقی که میفته واکنش زخمی برمیگرده به اون کامنتی که من توی یه ویدیو دیگه خونده بودم که جواب کامنت یکی از هوادارا رو داد که عرضم به حضورتون که چرا انقدر زود حالا اقدام به فرزند آوری کردین و این داستان هم. گفت آره به زودی متوجه میشید ولی آره حق داری، مثلا متوجهم چی میگی، موافقم. سوگند هم یعنی اون واکنش زخمی بود و گفت توی یک لایوی که هنوزم فکر کنم نذاشتن دلایل رو احتمالاً میگم متوجه میشید. سوگند هم واکنشش طبق چیزایی که شنیدم ترک بسته دیگه است که امروز اومدیم با هم داشته باشیم. هیچ توضیحاتی نداره از یوتیوب تاپیکس خود سوگنده و از رادیو جوان. همین دیگه، بریم که داشته باشیم و ببینیم چیا شده، چه ها گذشته. پشمام فکر کردم قاب کجه این چیزی که دارید میبینید، در حالی که این پای میکروفونه. اوکی از ببینم فیکس دیگه. بله بریم. فکر نمی کردم اینقدر خر باشی، قلبم رو پس بدی تو زود، یادت بره هرچی گفت. لاین یک چه سنگین شروع شد. فکر نمی کردم اینقدر خر باشی، البته از اون خراست دیگه، خیلی خری مثلا اینجوری دیگه خورده اون حالت لطافته رو داره، اون خره توهینی نیست. نمیدونم، البته حس میکنم، نمیدونم بازم. Only artist knows. فکر نمیکردم اینقدر خر باشی، قلبم رو پس بدی تو زود، یادت بره هرچی گفتی بهم، ازم بدوزی چشماتو به زود. من که چیزی نمیخواستم جز جای کوچیک با هم، جز یه عشق صاف و ساده که بسازیم دوتایی باشیم مرهم. سر جنگ داری بام هر سری، هی میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره بس دیگه. آقا وایسا من درگیر بودم. بدوزی چشماتو به زود، من یادت بره هرچی گفتی بهم، ازم بدوزی چشماتو به زود. من که چیزی نمیخواستم جز جای کوچیک با هم، جز یه عشق صاف و ساده که بسازیم دوتایی باشیم مرهم. سر جنگ داری بام هر سری، هی میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره بس دیگه. تو میخوای قدرم و پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده. بارز تو میگه میخوای قدرمو پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده، یه روزی
میمیرم و دیگه راه برگشتی نیست. فکر کنم واضح بود. ولی چه ملودی اینجا جیه، جز یه عشق صاف و ساده که بسازیم دوتایی باشی مرهم. سر جنگ داری با هر سریه میخواد این دو... سر جنگ داری با هر سریه، اوکی بحثاشون احتمالا زیاد دونه. سر جنگ داری با هر سریه میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره بس دیگه. تو میخوای قدرمو پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده. سر جنگ داری با هر سریه میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره بس دیگه. تو میخوای قدرمو پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده. واسه من هیچ وقت حال خوب نخواستی، من رفتم الان بگو من برات کی، تو برا من ما... خیلی خیلی اگرسیو، خیلی اوکی، خیلی میدونی حال خوب نخواستی برام. ببین مثلا میدونی فرق چیه، فرق ببخشید فرق بشین و به تمرگ دیگه. یعنی مثلا این که برمیگردی میگی که حال خوب برام نخواستی، اوکی حال خوب برام نخواستی، اوکی یه لاینیه که میشه ازش گذشت. ولی وقتی میگی هیچ وقت برام حال خوب نخواستی، دیگه بحث عوض میشه. خیلی دارکتر از اونه. واسه من هیچ وقت حال خوب نخواستی، من رفتم الان بگو من برات کی، تو برا من مهمی اون براشتی، برگرد بکنیم زود تراشتی. نبود تو نابودی من، ولی تو ساخته به دوری من. واقعا سوگند بهترین آرتیست خانم رپ فارسیه. بکنیم زود تراشتی، نبود تو نابودی من، ولی تو ساخته به دوری من. نمیشه حتی باشیم دوستای من، حتی باشیم بابا بیخیال، نمیشه حتی باشیم دوستای مهموری هم. تو ولی یاد من افتادی، بگو زود پیشتن. واقعاً سوگند قویه. یعنی تو تو این موزیک پکیج داری میبینی، صدای خوب، صدای خوب و صدای خوب، فلوی تمیز، ملودی تمیز، خب تکس عجیب غریب. یعنی یک واقعاً پکیج. یعنی مثلاً من اگه بگم مثلا دخترامون آرتیست باشن، یه همچین چیزی مد نظرم. یعنی سنگینی، یه میدونی حتی تکساش سنگینی خودشو داره، یعنی از اون حالتی که باید خارج نشده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ البته هیچ بایدی که مثلا وجود نداره، ولی خب از نگاه خودم دارم میگم، من سلیقه‌مه، واقعا میفهمم قضیه رو. و میگه که چی؟ تو ولی اگه، ببین ما نمیتونیم، ما هم دوست معمولی هم حتی باشیم، ولی اگه تو یه موقع دلت تنگ شد بگو من سری میام. یعنی ته قضیه است این قضیه آجی. تو ولی یاد من افتادی، بگو زود پیشتن. سر جنگ داری با هر سریه میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره بس دیگه. میخوای قدرم و پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده. سر جنگ داری با هر سریه میخواد این دنیا تا کی سخت بگیره پس دیگه. تو میخوای قدرم و پس کی بدونی، یه روزی خاک میگیره پس نمیده.
من باید ببینم. خب بچه ها من باید ببینم، من ازتون عذرخواهی میکنم. پروداکشن کار واقعا قوی بود، یعنی اینکه فضاسازی کار متناسب با موزیک باشه خودش داداش یک خفنی خاصی میخواد و من اینجا کس رو ندیدم، چون آتو جنریتد خود یوتیوبه، یعنی کس رو نمی نویسه توش، یعنی جز اینکه درخواست بدی اکسس بگیری به یوتیوب میوزیکت، بعد اونجا دیسکریپشن تو طراحی کنی و ادیت کنی به نسبتش. ولی خود اون چیزی که بذارت بگم، مثلا نوشته provided to YouTube by DistroKid. DistroKid اون سایت پلتفرم منیجریه که تو موزیکو توش آپلود میکنی، خودش همه یه پلتفرمات بارگذاریش میکنه، مثل اسپاتیفای، مثل ساوندکلاود، مثل یوتیوب، مثل دیزر، مثل خیلی جاهای دیگه. آتو جنریتده دیگه، یعنی چیز خاصی موزیکو میذاره و اسم آرتیستو میذاره. اگه بگی مثلا لویالتیه مثلا موزیک اینقدر درصدش میرسه به فلانی، اسم فلانی هم میزنه، وگرنه میزنه سوگند بسته دیگه، تموم شد. خیلی به صورت آتو میگم دیگه. من باید تو پیج نگاه کنم. سر جنگ داری با هم، هر سری میخواد این دنیا تا کیس تخت بگیره بسته دیگه. تو میخوای قدرم و پس کی بدونی یه روز این خاک میگیره پس نمیده. من درگیر اینم که چرا تو اونم نوشته بود، تو اون پست حتی. آها آها همینه، بس دیگه. آره ویدیو بای rdmedia.uk produced by Shagwan، اگه درست خونده باشم. من این داشمونو بله، کار دیگه سوگندم زده، مثل اینکه کار دیگه سوگندم زده. واقعا فضاسازی کمک میکنه به موزیک. شما یه ساختمونی رو فرض کنید، دمت گرم شاگوان عزیز، خیلی خفن بود، خیلی حال کردم. فضا سازی، شما یه ساختمونی رو فرض کنید که اون بیس رو نداشته، اون استخونبندی رو نداشته باشه، قوی نیست. بر اساس اون ساختمونی که میخوای بسازی باید بیسش رو، بتون ریزیاشو درست انجام بدی، ستون گذاریاشو درست انجام بدی و بر اساس اون باری که قراره تحمل کنه بچینی این قضیه رو. خب موزیک هم همینه. آقا من قراره تو رو دپرس کنم، اوکی، موزیک و فضاسازی هم باید این کار رو انجام بده. مثلا من خودم رشتم معماریه، خب یک مثال معروف بین معماری هست، یعنی بین معمارها هست، حالا من که اصلا انجامش هم ندادم و انتخاب بچگیم بود و علاقه ای هم بهش زیاد ندارم واقعیت امر، ولی میگم یه مثال خیلی چیز هست، میگه که یک معماری اسمش الان حضور ذهن نرم، وزن ساختمون رو بهش گفتن کتابخونه رو بساز و این داستانا، وقت وزن سازه رو حساب کرده بود، محاسبات کرده بود، ولی وزن کتاب ها رو محاسبه نکرده بود و اون باعث شد که ساختمونش بریزه. یعنی میدونی منظورم چیه؟ یعنی اون کتاب هایی هم که تو در نظر نمیگیری داشت، کتابخونه است، کلی کتاب قرار توش بره، بعد کما اینکه کلی کتاب میره، جدا از اون کلی آدم هم میرن توش، یعنی خیلی شلوغ‌تر و پرتردد تر از مثلا جاهای دیگه است. اینو باید محاسبه میکرد
و اینو نکرد. پرودیوس هم همینه، به صورت کلی دارم میگم، یعنی محدود به این موزیک نمیگم، میگم که فضاسازی موزیک میتونه تو رو ببره به اون سمتی که آرتیست میخواد و خیلی مهمه. تکس سوگندم که دیگه نگم دیگه، واقعا الان هم دیگه مثلا یه آدمی هستم که دیگه جو نمیدم، واقعا دیگه تصمیم شخصی دو نفر بوده، شاید مثلا من تو دلم ناراحت شده باشم یا هر کسی تو دلش ناراحت شده باشه، ولی هر چیزی که ما اضافه کنیم به این قضیه فقط فشار رو دو نفر بیشتر میکنه و اون دو نفر تصمیمشون رو گرفتن، کاری از دستشون بر نمیاد. چیزیه که شده، وقتی یه اتفاقی میفته، وقتی پابلیک میشه، دیگه تصمیم گیری ها شده، فکرها شده و من با هر حرفی که بزنم فقط دارم جو میدم، پس این کار رو نمی کنم و به تصمیمشون احترام میذارم. امیدوارم شما هم همین کار رو کنید، چون شاید واقعا براشون سخت‌تر کنید قضیه رو. این یک نظریه اشتباهه که همه فکر میکنن کامنت ها تأثیر نداره. اون پشت ربات نیست، اون پشت یک انسانه که داره کامنت های شما رو میخونه و براش مهمه، مسلما مهمه، چون داره سوشال کار میکنه. چرا باید کامنت مثلا مخاطب براش مهم نباشه؟ یعنی حتی اگه کامنتی جواب داده نشود، صرف بر این نذارید که طرف ندیده یا براش مهم نبوده. و همین دیگه، دوستتون دارم بچه ها، دوستتون دارم شدید. ویدیو رو از دست ندید، عشق دلید، عشق